دندانپزشکا تاکید دارند که برای اطمینان از سلامت دهان و دندان هر 6 ماه یا هر 1 سال باید به دندانپزشک مراجعه کرد. دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران میگوید تعداد دندانهای پوسیده ایرانی ها به نسبت توقعی که از آن میرود زیاد است. یک سر موضوع به کوتاهی دولت ها برمیگردد و یک سرش هم به ناآگاهی مردم درباره اهمیت سلامت دندان. بعضی از مردم تا دچار دندان درد شدید نشوند به دندان پزشکی مراجعه نمی کنند. طبق آمارهای منتشر شده هر ایرانی حداقل 6 دندان پوسیده دارد. بر اساس این آمار بالای 80% افراد 5 تا 6 ساله به طور متوسط 5 دندان شیری پوسیده یا کشیده شده یا پر شده دارند. افراد 30 تا 40 ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند 12 تا 13 دندان از دست رفته دارند. همچنین در گروه سنی بالای 65 سال نیز بیش از 55% افراد دیگر هیچ دندانی برایشان باقی نمانده است. استان کردستان در هر دو رده سنی کودکان 6 و 12 سال دارای بیشترین تعداد در شاخص میانگین دندانهای پوسیده از دست رفته و پر شده است. در میان استان تهران در رده سنی کودکان 6 سال و استان هرمزگان در رده سنی کودکان 12 سال دارای کمترین تعداد در شاخص یاد شده هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. بزرگوارید. آقای دکتر، دلیل وضعیت نامطلوب بهداشت دهان و دندان در ایران چیه و چرا ایرانی ها این مسئله را جدی نمیگیرن؟ بفرمایید. البته من یک کمی صدای شما رو ولی متوجه سوالتون شدم، امیدوارم صدای بیاد و در واقع مفهوم بده. بله، خدمت شما که ببینین موضوع یک مسئله بسیار مهمی در واقع امراضی که به نوعی در واقع در بدن وجود داره. دهان محل غذاست و طبیعتاً میتونه باعث بسیاری از مشکلات بشه. نبودن در موضوع تکلم، بحث بل، بحث جویدن درست، دیگری که ممکنه به سبب فقدان مثل که مثلا دیواری و مخاطره به نور در واقع در دست بده. در کلیه کشورها در دنیا در دندانپزشکی یک موضوع پرهزینه و بسیار در واقع گسترده. در واقع دولت ها عمدتا میان یک سرمایه گذاری پیشگیری انجام میدن و سعی میکنن با به نوعی عرض به خدمت تربیت فرهنگ همچنین با دایر کردن مراکز میتونه در همان چی جلوی مشکلات دندانپزشکی رو بگیره این مسئله در واقع مقابله بکنن. پیشگیری بسیار بسیار که درمان هست. ما میتونیم در دنیا کشورهای اسکاندیناوی رو به عنوان موزه تلقی کنیم. متأسفانه اهمیت این موضوع نه برای اونچنان که باید شاید و نه حتی برای اونچنان که باید در واقع شناخته شده. توجه به این موضوع اونگونه که سالیان صورت نگرفته و متأسفانه از اینه هایی که تو این وقت صورت گرفته ما هم سلامتمون رو در طی سالها به معنیداری بهبود ببرد. این مسئله مهم در واقع متأسفانه وقتی در دهان مردم بیاد بشه به تحت درمان و متاسفانه
ناکافی بیمه در کشور ما و عدم توجه به این موضوع باعث شده نهای بسیاری از درمان های دندان پزشکی در واقع و از جیب مردم پرداخت بشه. و همین وقتی که شرایط اقتصادی شرایط دشواری میشه، چشه در واقع از میزان دریافت خدمات کم بشه و نهایتاً مردم که خب طبیعتاً کلات خودشون در واقع نتونن از اینا رو پرداخت کنن، به تبع در واقع از درمانهای دندانپزشکی رو یا کنار میذارن یا اینکه در واقع زمانی سراغ اون میان که میخوان مثلا دندون رو به. ولی ما در واقع عملاً با یک موضوع که دندانهای زیادی به دلیل توجه به بهداشت پوسیده میشه، به دلیل گران بودن هزینه نمیتونه در واقع مورد درمان قرار بگیره، پدیده‌ای در واقع مواجه هستیم که از دست دادن دندانها رفتن سراغی و طبیعتاً یک سری عوارض. آقای دکتر، برای سالم نگاه داشتن دندان‌ها ساده ترین توصیه‌ای که میتونین داشته باشین چیه؟ بفرمایید. ببینید، من در این مسئله‌ای که شاید کمتر بهش توجه به دندان‌ها، مسئله الگوی مصرف خود جدید باعث شده که به صلاح فرسودها غذاهای چسبناک و شیرین و باعث شده علی‌رغم تلاش‌های دندان که نهایتاً به سلامت خیلی خوب نشه. من شما این هستش که به صلاح مردم عزیزمون به این مسئله باشن. بحث دومم رعایت بهداشت دهان و دندان هست. این بهداشت واقع بحث مهم در ارتباط با بهداشت مهم بدنه که طبیعتاً به همراه یک هم میشه. این مسواک زدن باعث میشه که سطوح دندان‌ها و همچنین حد فاصله بین دندان‌ها و دسته تمیز میشه. بعد از اون در واقع نخ دندان هست که نخ دندان خودش میتونه سطوح بین دندانی رو خوب تمیز بکنه و نهایتاً عرض به خدمت شما که استفاده از دهانشویه هایی که فلور کاهش میده و نهایتاً باعث میشه که پوستگی کم بشه. در ارتباط با بحث مسواک زدن هم ما توصیه‌مون حداقل و اگر کسی باز هم برای دوبارش هم حداقل قبل از خواب و بعد از شام اگر این کار انجام به عمده ای از این مشکلات در ما متاسفانه صدای آقای دکتر صداتون رو میشنویم، ادامه بدید. من صدای شما رو دارم. بله. و سوال آخرم ازتون میپرسم، آقای دکتر چه توصیه‌ای برای سلامت بهداشت دهان و دندان کودکان داریم؟ بفرمایید. آقای دکتر متوجه سوال من شدید؟ کودکان رو فرمودید، چه سوالتون چی بود؟ چه توصیه‌ای برای سلامت بهداشت دهان و دندان کودکان داریم؟ ببینید، من علاوه بر تو عرض کردم در حوزه پیشگیری، اولا از پوسیدگی های کودکان در واقع 3 ساله اول به دندان‌های شیری شروع میشه و دندان مهم هستن. بعضی فکر نکنن چون اینها میوفت در واقع ما بهش توجه نکنیم و در سنین 3 سالگی 4 از مسواک هایی که در واقع به صورت آموزش کودکانشون بسیار مهمه، دامه هم وقتی که سنشون بالاتر رفت آموز به مسواک زدن و مسئله خیلی باید مورد توجه بگیره، هر 6 ماه یک بار در پزشک هست دندون پزشک توی دندون های ابتدای مراحل پوست ابتدای مسیرش هست هم جای البته اون چی که به نظر تاکید بیشتری قرار بگیره بحث بس هست
بدونیم که استفاده از در واقع دواشک ها، اسنک ها و وسایلی که به شدت پسماندگی عرض به خدمت شما که برای پوسیدگی در واقع میتونه خیلی افزایش دهنده باشه. اما نکته مهم اینه که اگر همین مصرف بلافاصله بعد زده بشه، امیدواریم که در واقع این اون باشه که دندان اول آسیا در واقع که دندان دائمی هست در دهان کودکان ما در واقع پیدا میشه. بنابراین تصور نکنیم که این دندان در بنابراین مراقبت ها رو اگر شلو انجام بدیم ده ای از نیازهای درمانی در آینده کاهش. بله، سپاسگزارم از شما های دکتر علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی از تهران با ما همراه بودند.